سلام، شنبه 14 دی 92، 4 ژانویه 2014 میلادی، در مورد 4 موضوع امروز صحبت میکنیم. موضوع اول اینکه 4 زندانی سیاسی اهل سنت در زندان قزلحصار که 61مین روز اعتصاب قضای خودشون رو پشت سر میگذارن، در وضعیت بسیار خطرناکی قرار گرفتن. حامد احمدی، کمال ملایی، جهانگیر دهخانی و جمشید دهخانی 4 نفری هستند که با عوارضی مثل افت فشار خون، تاری دید، تنگی نفس، خونریزی کلیه، دست به گریبانند. و در اعتصاب غذاهای طولانی، به شرطی که کمی قند به مغز برسه که به حال کما زندانی نره، بدن بعد از سوزوندن چربی ها شروع به سوزوندن پروتئین ها میکنه و در نتیجه در حتی لثه ها، مایچه های بدن، در دید، در بسیاری نقاط بدن دچار مشکلات میشه. رسیدگی به وضع این زندانیان سیاسی که مسئولین دارن کوتاهی میکنن و عدم پاسخ به خواسته اونها که تجدید دادرسیشون هستش، مسئله است که با سکوت بسیاری مجامع مواجه شده و کم جا داره کمپین هایی در پشتیبانی از اونها و لزوم رسیدگی به خواسته هاشون برقرار میشه. اما در زندان اوین هم زندانیان 140 زندانی سیاسی بند 350 اوین برای 5مین روز از گرفتن جیره غذای خودشون اجتناب کردند و به این ترتیب اعتراض خودشون رو به انتقال همبندانشون به زندان انفرادی ادامه دادن و خواستار بازگردوندن اونها شدند و همینطور هم رفتن فردی مثل به نام عباسی از وزارت اطلاعات که عامل ایجاد درگیری و مشکل برای زندانیان سیاسی است. اما سایت وایبر هم، یعنی رسانه‌ای که امکان ارتباط با اون هستش، متعلق به شرکت اپل هم در پاره نقاط فیلتر شده و بخش از کاربران امکان دسترسی به وایبر رو هم ندارن. به این ترتیب دیده میشه که مسئله حمله به شبکه‌های اجتماعی و امکانات ارتباطی اینترنتی آغاز شده، مثل ویچت، فیسبوک و حالا وایبر. حسین ساکتی آرام سری، نوکیش مسیحی، هم به 1 سال زندان محکوم شد. نکته دوم این که در استان انبار عراق، در شهرهای فلوجه و رمادی، جنگ با شدت در جریانه. گروه وابسته به القاعده، یعنی گروه دولت اسلامی عراق و شام، که استان مجاور انبار در سوریه را هم در اختیار داره، از خلأی که در این استان ایجاد شد بعد از خروج نیروهای ارتش استفاده کرد و این شهرها رو گرفته و کنترل کرده و قصد داره که در واقع در اونجا اعلام یک دولت اسلامی بکنه. اما درگیری از سوی ارتش عراق با همکاری عشایر سنی به رهبری فردی به نام ابوریشه که قبلا هم با ارتش آمریکا همکاری کرده ادامه داره و تاکنون بیش از 100 کشته به جا گذاشته. بحرین سپاه پاسداران رو به آموزش شبه نظامیان این کشور متهم کرده، اتهامی که قبلا هم دولت بحرین بارها تکرار کرده و گفته 5 مظنون رو هم دستگیر کردیم. جمهوری اسلامی همواره این حرفا رو تکذیب کرده. روزنامه نیویورک تایمز هم از قول یک منبع نزدیک به سازمان اطلاعات اسرائیل خبر داده، از اینکه حزب الله لبنان توانسته موشک‌های اسکاد ایران رو که از طریق عراق به سوریه نزدیکی مرز لبنان رفته بوده، بخشی از اون رو به داخل خاک لبنان منتقل کنه. قبلا اسرائیل در حمله هوایی ادعا کرده بود که این موشک‌ها رو همه رو زده و نابود کرده در سوریه.
اگر این خبر صحت داشته باشه اون وقت باید احتمالاً شاهد حمله اسرائیل به بخشهایی از لبنان و بالا گرفتن تنش به شکل یک بحران موشکی در اونجا باشیم. ایران خواستار این شده رسماً از دولت لبنان که تیم بازجویی رو بفرسته در بازجویی‌های ماجد الماجد، رهبر گروهی که بمب‌گذاری کردند، در سفارت ایران حضور داشته باشه. اما عربستان به بهانه اینکه این آدم تابع عربستان و شهروند عربستان مخالفت کرده. نکته سوم اینکه آقای عراقچی معاون وزارت خارجه اظهار بی اطلاعی کرده در مورد تیم نظارت عالی رتبه‌ای که قرار است بالا سر هیئت مذاکره کننده قرار بگیره. محسن رضایی دبیر شورای تشخیص مصلحت نظام هم اظهار بی اطلاعی کرده. یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس هم گفته در کمیسیون همچین صحبتی نشده. به این ترتیب دیده میشه که احتمالاً آقای اسماعیل کوثری نماینده سپاهی مجلس که این خبر رو چند روز پیش با آب و تاب بیان کرد و از قول او بسیاری رسانه‌های گروهی دنیا نقل کردن، احتمالاً خبر را از قول خودش نقل کرده و به این ترتیب به هیچ وجه این نماینده مجلس متوجه وضعیت حساس خودش و خطیر خودش نیست اگر چنین خبر دروغی رو داده باشه. تلویزیون ترکیه هم بعد از اینکه مطبوعات ترکیه مطرح کردند که رضا زراب اعتراف کرده که کارمند بابک زنجانی بوده، بر این خبر صحه گذاشت و گفت که چنین اعترافی از رضا زراب گرفته شد. خبرگزاری مهر از اعلام کرده که از روز چهارشنبه اکثر ادارات و سازمان‌های دولتی گازشون قطع شده و به این ترتیب با سرد شدن هوا و افزایش مصرف خانگی، بعد از اینکه گاز صنایع فولاد، سیمان، بخشهایی از پتروشیمی قطع شده و کارگرها رو به مرخصی اجباری فرستادند، کار به ادارات دولتی رسیده. به محض اینکه هوا سرد شده، مصرف روزانه کشور با افزایش مصرف خانگی به نزدیک 700 میلیون متر مکعب در روز میرسه که کل توان کشور با احتساب واردات از ترکمنستان برای عرضه گاز به 500 میلیون متر مکعب در روز میرسه. به این ترتیب دیده میشه کشوری که روی اقیانوس گاز قرار داره به دلیل بیلیاقتی مدیران امکان استخراج اونها رو نداشته، تحریم های طولانی هم مزید بر علت شده و امکان ارائه گاز رو که در ایران میتونه با قیمت بسیار ارزان باشه نداره، اون وقت به قیمت تحریم و بسته شدن گلوگاه‌های کشور دنبال انرژی گران قیمت و برای ایران غیر اقتصادی هسته است. آقای پناهیان که حرف‌های زیادی رو تا الان نقل کرده، به نظرم یکی از ریشه های حرفایی رو که در ذهن حضرات هست بیان کرده. خیلی رک و روشن چیزی که پس ذهن آقای خامنه‌ای و دیگران هست ایشون به زبون آورده و گفته ریشه فتنه، منظورش جنبش سبز، در متن دموکراسی است. ضمناً ایشون گفته دموکراسی یعنی گرفتن رأی مردم برای کارتل ها بزرگ و گفته یک کشور دموکراسی رو اسم ببرین که در اون صهیونیست ها همه چیز رو اداره نکنند و تحت تاثیر قرار ندهند. این نوع ذهنیت از این جهت از قول آقای پناهیان مهم دونستنش که پس ذهن بسیاری از مسئولین کشور به خصوص شخص آقای خامنه ای است، بدون اینکه اطلاعی داشته باشند از سازوکار دموکراسی در کشورهای دموکراتیک یا مقدار نقش یهودیان در هر کدوم از این کشورها، مقدار قدرت یا ضعفشون، و یا اصلا به الگوهای دموکراتیکی مثل بزرگترین دموکراسی دنیا یعنی هند اگر توجه بکنند از این حرفها نمیزنند. اما نکته آخر اینکه یک روزنامه چینی خبر داده از اینکه رهبر کره شمالی شوهر عمه خودش رو با 5 تن از معاونین اونها به قفس سگ‌های
وحشی انداخته و جمعی از مقامات کشوری و لشکری رو هم وادار کرده بوده بیستن و خوردن اونها توسط سگ‌ها رو تماشا بکنن، چیزی که آدم رو یاد چنگیز و تیمور و روم باستان و پادشاهان قرون وسطایی میندازه در سال 2013 و 14 میلادی. احمد خاتمی امام جمعه تهران هم عنوان کرده که بمب گذاری در سفارت، انفجار بمب در سفارت ایران در لبنان کار توطئه مشترک عربستان و امریکا بوده و به صراحت هم هر دو نقش خود رو قبول کردن. معلوم نیست کجا آمریکا و عربستان قبول کردند که در این انفجار دست داشتن، که ایشون صحبت از صراحتش میکنند. که سب سهر نزدیک است تا فردا شاد، پیروز، موفق و سرافراز باشید. با امید پیروزی ایران و ایرانی.